بسم الله الرحمن الرحيم حديث داهم سبب إجابة الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند البته الله تعالی پاک است قبول نمی کند مگر چیزی پاک را و البته الله مؤمنان را امر کرده است به آن چیزی که رسولان را امر کرده است پس فرمود از غذاهای پاکیزه بخورید و کار شایسته انجام دهید سوره مؤمنان آیت 51 و الله تعالی فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای پاکیزه که روزی شما کرده ایم بخورید سپس مردی را ذکر کرد که سفری طولانی میکند موی جولیده غبارآلود دستانش را به سوی آسمان میبردارد ای پروردگار بار الها و طعامش حرام و شرابش حرام و لباسش حرام و با حرام غذا داده شده است. پس کجا برای او دعاش مستجاب می شود؟ حدیث با روایت امام مسلم. فایده های حدیث فایده اول البته طیب از نام های الله است و معنایش از نقصان ها پاک است و البته از صفت هایش طیب است. زیرا همه نام های الله مشتق هستند و بر صفت هایی که از آن نام ها گرفته شده از دلالت میکند. فایده دوم البته بر مؤمن لازم است که به عمل ها و کسب های پاک عمل نماید. فایده سوم البته صدقه قبول نمی شود مگر از مال حلال و به تحقیق از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند الله نماز بی طهارت را قبول نمی کند و صدقه از مال خیانت را قبول نمی کند. حدیث با روایت مسلم حدیث 224. فایده چهارم خیرخواهی الله تعالی بر بندگانش به نعمتها و امر آنها که از چیزهای پاکیزه بخورید. فایده پنجم البته خوردنی حرام از سببهای قبول نگشتن دعا است. فایده ششم البته از سببهای قبول دعا سفر است و موی جولیده غبارآلود بدن دعا گوینده است. فایده هفتم البته از سببهای قبول دعا نیز برداشتن دستان در دعا می باشد. فایده هشتم البته از سببهایش نیز به نامهای الله توسل گرفتن است. فایده نهم البته از سببهایش با استادگری الله را دعا کردن است. الله سبحانه و تعالی به همه ما رزق روزی حلال را نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.